بسم الله الرحمن الرحیم باز میم به برنامه کویک بوکس در درس‌های قبلی ما شما بالای تعریف برنامه کویک بوکس و بالای طریقه نصب برنامه کویک بوکس ما شما کار کردیم امروز ما و شما عملا داخل برنامه کویک بوکس میشیم و در خودی روی برنامه کویک بوکس کار میکنیم ما شما برای ازی که ما شما داخل برنامه کویک بوکس شویم باید ما شما در برنامه کویک بوکس یک کمپانی جور کنیم برای بزنس خود بعد از او با استفاده جور کردن کمپانی در برنامه کویک بوکس ما شما میتونیم داخل برنامه کویک بوکس شویم و اگر قبلا هم کمپانی کس دیگه جور کرده باشه هم ما شما میتونیم که داخل برنامه کویک بوکس شویم چون ما شما قبلا هیچ کمپانی جور نکردیم و دفعه اول ماست میم بالای اینمی آیکن برنامه کویک بوکس دبل کلیک میکنیم تا برنامه کویک بوکس برای ما باز شود ببینین وقتی ما اینمی ویندو را کلوز میکنم وقتی که به دفعه اول شما کویک بوکس در کامپیوتر نصب کنین و قسمی که شما قبلا دیدین ما در اینجا اوپن کویک بوکس کماند آمد بالای از کلیک کردیم وقتی که شما بالای اونمو کماند کلیک کنین به باری اول به اینمی شکل یک ویندو برتون باز میشه که اینمی ویندو به نام اوپن ویندوز یا اوپن دیالوگ باکس یاد میشه در این ویندو ما شما چندین آپشن داریم اگر ما شما قبلا کدام کمپانی را در کویک بوکس جور کرده باشیم و در کمپیوتر خود را صف کرده باشیم نام از کمپانی در این قسمت برای ما لیست میشه یا ذکر میشه مثلا کمپانی اول دوم سوم چهارم به شکل و در اوجه لاست دیت مودیفای تاریخی که ما او را در کار کردیم تاریخ اخیری در جمعه و سایز از او کس در اینجا ذکر میشه اگر ما شما کدام کمپانی تیار جور کردگی یعنی که ما شما را قبلا جور کرده باشیم باشه در برنامه کویک بوکس ما شما و نام ازو در این قسمت میه اگر او را بخواییم باز کنیم بالای اونمو کمپانی کلیک میکنیم و بعد ازو میگیم اوپن کمپانی و او کمپانی برای ما چی میشه؟ باز میشه بدون ازی که ما کمپانی نو جور کنیم با استفاده اونمو کمپانی هم میتونیم داخلی محیط کاری برنامه کویک بوکس شویم چون ما شما قبلا کدام کمپانی جور نکردیم باید خود ما شما یک کمپانی جدید جور کنیم که تا با استفاده از او بتانیم داخل محیط کاری برنامه کویک بوکس شویم خب در قسمت پایین اگر شما متوجه باشین سه آپشن دیگه در اینجا ما داریم اگر ما شما خواسته باشیم که کمپانی جدید جور کنیم بالای اینمی کمان کلیک میکنیم create a new company اگر ما شما خواسته باشیم که کمپانی را که ما شما قبلا صرف کردیم در کمپیوتر در اینجا نام زونه باشه او را باز کنیم و یا یک کمپانی را ریستور کنیم صحیح است با استفاده اینمی کمان ما شما این کار انجام داده میتونیم و اگر تو میخوایی که کمپانی های تیار جور کردگی به شکل سمپل که از طرف خود کمپانی انتیوت ساخته شده او را باز کنی در این قسمت تمام از کمپانی ها ذکر شدگی است میتونی او را باز کنی و او را استفاده کنی البته متوجه باشین این کمپانی ها فقط به خاطر ایژوکیشنل پرپوز است شما نمیتونین که به شکل ریال یعنی ریال لایف ای را استفاده کنین این فقط به خاطر ایژوکیشنل پرپوز است اگر تو به یک نفر درس میتی یا یک استادتان بر شما درس میتا یک کمپانی تیار جور کردگی را باز میکنه دهی ما هم وندر داریم هم کستومر داریم هم اینونتری داریم هم سل تکس داریم هر چیز تیار جور شدگی است کار شدگی است او را به شکل مثال برای استادا به شاگردای خود نشان میده باز وقتی که اگر تو سمپل کمپانی را بخوای باز کنی باز میتونی از این کمپانی استفاده کنی ما میگم بیادر نه من نه کدام کمپانی قبلی را باز میکنم نه کدام کمپانی را ریستور میکنم و نه سیمپل کمپانی را باز میکنم ما کمپانی جدید به خود جور میکنم و با استفاده اونمو کمپانی جدید خود داخل برنامه کویک بوکس میشم و کار خود را آغاز میکنم و به کار خود ادامه میدم خب برای ایجاد کردن این کمپانی جدید یا برای جور کردن این کمپانی جدید ما شما بالای کماند create a new company کلیک میکنیم خب وقتی که
شما بالای کماندی کریت نیو کمپانی کلیک کردین به شکل یک صفحه یک ویندوی دیگه باز میشه. در اینجا برای ما میگه که بیادر تو چی میخوای؟ در اینجا ببینین چهار آپشن هستن: Express Start, Detail Start, Create, Other Option. وقتی که ما و شما در برنامه QuickBooks کمپانی جور میکنیم، خودی برنامه QuickBooks از پیش ما شما یک انترویو میگیره و با استفاده اونمو انترویو از پیش ما شما بعضی از معلومات راجع به بزنس جمع‌آوری میکنه و به اساس ازمو برای ما کمپانی جور میکنه، به اساس ازمو برای ما چارت اف اکاونت جور میکنه. در اینجا ببینین ما و شما میتونیم با استفاده اینمی دو کماند به خود کمپانی جور کنیم. اصلا کمپانی جدید، یک اکسپرس استارت است، یک دیتیل استارت است. این دو آپشن ما و شما گپ میزنیم. خیر است، اکسپرس استارت وقتی ما و شما استفاده میکنیم، اگر ما یوزری نو هستیم، یعنی به شکلی ما جدیدن به برنامه کویک بوکس مراجعه کردیم و قبلا تجربه کار کردن در برنامه کویک بوکس ندارم و تو میخوای که کویک بوکس از پیشت یک شارت انترویو بگیره، یک انترویو بسیار کوچک بگیره و بعضی از سوالا را از پیش تو پرسان کنه و در نتیجه ازو بر کمپانی جور کنه، باز به خاطر از ما شما اینمی کماند استفاده میکنیم، اکسپرس استارت. این اکسپرس استارت به خاطر از استفاده میشه که اگر تو بخوای کمپانی رو در برنامه کویک بوکس جور کنی، البته با استفاده شارت انترویو، دیتیل انترویو نه، کامپیوتر از پیش چند خود برنامه کویک بوکس از پیش چند سوال کنه و به تو کمپانی جور کنه و داخل برنامه کویک بوک درو بسازه. و اگر تو میگی نه، من ادوانس یوزر هستم، معلومات زیاد راجع به برنامه کویک بوکس دارم و زیاد در برنامه کویک بوکس کار کردم، تو میتونی باز دو تو حالت دیتیل استارت انتخاب کنی. در نتیجه دیتیل استارت چیز ده، اگر ما شما بالای اینمی کماند کلیک کنیم، خودی برنامه کویک بوکس از پیش ما بسیار زیاد سوالات میکنه، اینترویو از پیش ما میکنه و در جریان اینترویو بسیار زیاد سوالا میکنه از پیش ما، سوالای مختلف است که شما او را باز میبینین و در نتیجه ازو که است به اساس اونمو سوالا که است برای ما برنامه کویک بوکس که است چارت اف اکاونت جور میکنه، کمپانی جور میکنه که باز ما میتونیم اونمو چارت اف اکاونت، اونمو کمپانی را به شکل ریل به خاطر بزنس خود استفاده کنیم. یعنی اینمی که هست دیتیل استارت است، در ایجا کمپیوتر از پیش ما، برنامه کویک بوک از پیش ما ستیپ بای ستیپ، نقطه به نقطه انترویو سوالا را از پیش ما پرسان میکنه، ما را انترویو میکنه و در نتیجه ازو برای ما کمپانی رو جور میکنه. و اگر تو میگی نه، من نه ای کماند کار دارم نه ای را کار دارم، تو میخوایی من در داخل کویک بوک هست داخل کمپیوترم یک کمپانی را قبلا جور کردیم و به اساس ازو میخوایم یک کمپانی دیگه جور شو بریم، یعنی تیار چارت اف اکاونت دوجا هست و ما نمیخوایم که با کمپیوتر انترویو بتم، دا برنامه کویک بوکس انترویو بتم، ما میخوام با اساس چیزی که دوجا چارت اف اکاونت دوجا چه رقم چارت اف اکاونت کی هست، مثلا چه قسم انداستری دوجا انتخاب شده گیستا، با اساس ازمو بری ما کمپانی نو جور کنه، باز اینی کماند ما شما استفاده میکنیم، یعنی create a new company file based on an existing one. اگر با اساس یک کمپانی که قبلا جور کرده گیست با اساس ازو تو میخوای کمپانی دیگر جور کنه برد کویک بوکس، بازی را استفاده میکنیم. و اگر ما شما میگیم نی بیادر، ما چی میکنیم؟ در بعضی از پروگرام های دیگه مثل کویکن یکی از اکاونتینگ سافتویر است یا به مو شکل دیگه اکاونتینگ سافتویر، دوج ما کمپانی جور کردیم و میخوایم اونمو کمپانی را کنورت کنم در برنامه کویک بوکس و در داخل ازو کار کنیم، ما شما باز به خاطر از ما شما اینمی کماند استفاده میکنیم. خب آل ما شما میاییم به برنامه کویک بوکس دیتیل استارت انترویو میتیم، یعنی به این معنی که بالای دیتیل استارت کماند کلیک میکنیم و ستیپ بای ستیپ انترویو میتیم برش، سوالای ازیرا از وار جواب میتیم و در نتیجه ازو به خود کمپانی جور میکنیم و داخل برنامه کویک بوکس میشیم. به خاطر ازی که کسایی که دیتیل استارت به فرم اکسپرس استارت برش آسان تر است، به خاطر ازی که دیگه یک صفحه هست از پیش ما سوال میکنه و سوالش جواب میتیم و ما شما پیش رفته میتونیم و به خود کمپانی جور کردن میتونیم. و اینمی که هست باز بسیار صفحات مختلف، ویندوز مختلف میه، سوالای مختلف از پیش ما میکنه، یکم ذره آدم دیگه خسته میشه. خب هر صورت هر چقدر که شما خسته شوین فرق نمیکنه، به خاطر از اینکه دیجا استپ بای استپ معلومات از پیش ما شما کمپانی کویک بوک میگیره و به اساس زمو برای ما
کمپانی جور میکنه. یک نقطه دیگر هم میخوام ذکر کنم که اگر شما با استفاده اکسپرس استارت به خود کمپانی را برنامه کویک بوک جور کنین، زیادتر از کماندهای برنامه کویک بوک او دیسیبل میباشن. او را باید خود شما برین داخل برنامه کویک بوکس، در مینوی ادیت میرین، داخل یک کماند است به نام پرفرنس، در ازوج شما او را چی میکنین؟ آن میکنین. مثلا در تبی در مینوی وندر که اگر شما برین کماندهای بسیار کم میباشن. به موش اگر در لیست بریم در سیلتکس چیزا هیچ اصلا وجود نداره، به خاطر از اینکه ما شما اکسپرس استارت انترویو دادیم و به اساس ازو به خود کمپانی جور کردیم. در اینجا به خاطر از اینکه کمپانی کویک بوک است، خود برنامه کویک بوکس زیاد سوال نمیکنه، کم سوال میکنه و زیادتر از کماندهایی که از غیر فعال میباشه. و اگر این را استفاده کنین دیتیل استارت، باز خودی برنامه کویک بوکس نقطه به نقطه از پیش ما انترویو میگیره، سوالا رو پرسان میکنه و زیادتر یعنی بیشتر از کماندهای کویک بوکس که است دی آن میباشه. پس به مو خاطر من برای شما توصیه میکنم که همیشه از دیتیل استارت انترویو استفاده کنید. خب دوستان، ما میایم بالای دیتیل استارت کماند کلیک میکنم و وقتی که بالای دیتیل استارت کماند ما شما کلیک کردیم، یک صفحه جدید باز میشه و دیگه از پیش ما شما خودی برنامه کویک بوکس راجع به مو کمپانی ما شما معلومات جمع آوری میکنه و معلومات میخواد. در اینجا ببینین دائمی فیلد هایی که شما میبینین، ما دو قسم وقتی که انترویو ما شما به برنامه کویک بوکس میتیم، دو نوع فیلد وجود داره، خانه وجود داره. یک خانه‌ای که یا فیلد هایی که در مقابل ازو استرک وجود داره، علامی سرخ میبینین، علامی ضرب سرخ که به نام استرک یاد میکنه. در مقابل فیلد هایی که استرک هستن، ای به این معنی است که اونمو فیلد ها که هستن خانه پوری کردن ازو، فیلد کردن ازو مست است، لازم نیست. و در مقابل فیلد هایی که استرک وجود نداره، به این معنی که اونو فیلد ها که است، اگر شما دو چیز رو نوشته کنین، یعنی فیل کنین یا نکنین، مهم نیست. پس اگر تمام ازمی فیلد ها رو ما شما خانه پوری کنیم و اینمی فیلد که در مقابل از استرک است رو خانه پوری نکنیم، ما نکس کردن، هرچی که نکس کلیک کنیم پیش رفته نمیتونیم، به خاطر از اینکه اونمو فیلد که است، مست و لازمی سوره باید خانه پوری کنیم. و در قسمت پایین سل کنید برای ما شما یک کماند دیگه است به نام لیف. یعنی در هر مرحله انترویو اگر شما بخواین انترویو شما که است اسکیپ کردن میتونین و لیف کردن میتونین و هم میتونین که نیکس و پریویس، یعنی نیکس رو بک هم کلیک کنید. اگر تو مثلا نیکس کلیک کردید و یک معلومات از پیش شما اشتباه شده، میتونیم که بک کلیک کنیم و معلومات پس ادیت کنیم. و یک چیز دیگر هم میخوام یادآور شوم که وقتی که ما شما کمپانی خود جور کردیم، اگر بعضی از معلومات مثلا کمپانی نیم یا دیگه چیزها پیش ما اشتباه شده باشه، ما میتونیم بعدا او را هم ادیت کنیم، دو تغییرات بریم، هیچ مشکل نداره. خب ما میایم در این بخش راجع به کمپانی خود معلومات میتم نوشته میکنم که ما فرض مثال یک کمپانی دارم به نام سیفزاده انفورمیشن این کمیونیکیشن تکنولوژی یک کمپانی دارم. صحیح است؟ کمپانی. اینی کمپانی ماست. سیفزاده انفورمیشن این کمیونیکیشن تکنولوژی کمپانی. بعد از او وقتی که دمی بخشی دمی فیلدی لیگل فیلد بیایم، ما شما لیگل نیم بیایم، زیادتر وقتی که شما یک نام نوشته کنین و بک میایین، البته توسط تب اونمو چیزی که شما در بالا نوشته کردین خودش اتوماتیکلی دیجا کپی میشن. لیگل نام قانونی از می کمپانی چیز میگم، اونمو چیزی که در بالا نوشته کردیم اونمو چیز اینجا مستم. ده اینجا ببینین اسپی شما تکس آی دی رو پرسان میکنن. تکس آی دی یعنی به این معنی که امپلایر ایدنتیفیکیشن نمبر، که ما و شما وقتی که ببینین وقتی که ما شما یک بزنس شروع میکنیم، یک بزنس استارت میکنیم، ما و شما باید جواز از بزنس بگیریم و به دولت باید مالیه پرداخت کنیم. خود دولت که هست هم به کمپانی های مختلف و هم به کارمند های مختلف یک نمبر میته به نام تی آی نمبر. صحیح است؟ به نام تی آی نمبر. در اینجا ما و شما اون تی آی نمبر کمپانی خود ذکر میکنیم یا نوشته میکنیم که اونمو تی آی نمبر به اساس ازمو ما شما معلوم کرده میتونیم که ما مثلا 2 سال بعد، 3 سال بعد، 4 سال بعد چقدر مالیه را به دولت پرداخت کردیم.
از این کمپانی خود و همچنان از این اندیویژوال هر نفر میتونه که راجع به خود یک امپلوی یک کارمند بخواد که بفهمه که مثلا من چقدر مالیات پرداخت کردم. خب چون این میجا جایی که هست در این قسمت ما شما باید نو نمبر نوشته کنیم و این می تکس آی دی فیلد که است با اساسی سیستم خارج جور شده. ما براتون گفتیم که این می اکاونتینگ کویک بوک است یک اکاونتینگ سافت ویر است که توسط یک کمپانی آمریکایی به نام انتیوت ساخته شده و این می فیلد که است با اساسی تی آی نمبر افغانستان نیست، به خاطر از اینکه فکر میکنم تی آی نمبر افغانستان که است 10 حرف است و در اینجا 9 حرف کاراکتر قبول میکنه. شما در اونجا فقط هدف ما است که در این قسمت شما مو تی آی نمبر کمپانی خود نوشته میکنید که به اساس از ما شما در دولت مالیه پرداخت میکنید و در قسمت پایین اسپیش ما پرسان میکنه که بهتر استریت آدرس کمپانی خودت بگو. ما نوشته میکنیم که فرض مثال نوشته کردیم که کابل، برز نوشته کردیم که کابل، کوټه، سنگی، ایر نوشته کردیم و اگر آدرس ما شما بیشتر باشه و در یک فیلد اینمی خانه جای نمیشه میتونین در پایین بین نوشته کنین. مثلا برای نوشته میکنم که district number 5 سیستا و برای نوشته میکنم که next to کابل یونیورسیتی road. اینمی آدرس کمپانی خود ما شما هستن. بعد از او دینی قسمت از پیش ما شما سیتی را پرسان میکنه، از شهر سیتی که از کابل است، افغانستان ستیت نداره و زیب کوردی مملکت نوشته میکنید. زیب کورد افغانستان که است تقریبا 26000 است و زیب کورد اینمی ساحه دیبوری که است 1006 است. چند است؟ 1006. ببخشین اینمی پوستل کود است، زیب کود نیست. زیب کود افغانستان که است فکر میکنم 26000 است. صحیح است، او را نوشته میکنیم. اگر پوستل کود است پیش شما خواسته باشه از دیوری که است 1006 است. خب بر صورت اگر نوشتم نکنین کدام فرقی نمیکنه. باز میایم در بخش کانتری بجای یو اس که است افغانستان انتخاب میکنیم، چون افغانستان در این لیست نیست ما شما ادر انتخاب میکنیم، ادر به معنی که ادر کانتری و پون نمبر خود ذکر میکنم. فرض مثال نوشته کردم که 78 75 66 313 و به مو شکل داش یا سلش میدیم نوشته میکنیم که 79000 24 و 25 ایره نوشته کردیم. اگر فاکس نمبر فاکس دارین یا فاکس نمبر شیش شما میتونید نوشته کنید. ایمیل ادرس هم من میخوام نوشته کنم که m.islam.safai@gmail.com. فرض مثال اینمی ایمیل ادرس کمپانی ماست و به مو شکل اگر وبسایت کمپانی تو وبسایت داشته باشه میتونی آدرس وبسایت کمپانی تا نوشته کنی. خب بعد از او بالای نکست کلیک میکنیم. نکست که کلیک کردید در اینمی ویندو یا در این صفحه است پیش شما پرسان میکنه که بیادر نوی امی اندرستی امی کمپانی امی بزنسیت که است او را در اینجا انتخاب کو. چی نوه؟ سلکو سلیک یور اندرستی، تل از یور اندرستی ان وی ویل کستومایز کویک بوکس تو ورک بیست فور یو. در اینجا ما شما نوی امو اندرستی امو کمپانی خود چی میکنیم؟ انتخاب میکنیم. هر نوی کمپانی امو اندرستی که ما شما انتخاب کردیم به اساس زمو کویک بوکس که از خود برنامه کویک بوکس که هستن، یعنی کویک بوک برای ما کستومایز میکنه، به اساس زمو برای ما چارت اف اکاونت جور میکنه، اکاونت هایی که ضرورت است سوره برای ما ارت میکنه، فیلدا کماند هایی که ضرورت است سوره ارت میکنه و چیزایی که ضرورت نیست سوره برای ما دیسیبل میکنه، ارت نمیکنه. ما در اینجا میایم آی را کلیک میکنم، انفورمیشن تکنولوژی یعنی کامپیوتر سافتویر ای را انتخاب میکنم و بعد از او نکس انتخاب میکنم. ایجا که است انواع مختلفی اندرستی یا کمپانی مختلف است. فرض مثال ادورتایزنگ اور پبلیک ریلیشنز اندرستی، اکاونتینگ اور بک کیپنگ اندرستی، چه نوع اندرستیز او را انتخاب کنم. من اینمی انفورمیشن تکنولوژی ای را انتخاب کردم و بعد از او نکس میگم. در اینمی صفحه از پیش شما پرسان میکنه که بیادر How is your company organized؟ امی کمپانی توش که هست که چه قسم organized؟ با کدام کس شریک هستی؟ به تنهایی کمپانی را پیش میبری؟ یعنی خود تنها رئیس از کمپانی هستی؟ یا دیگرها امرایت هم کس شریک هست؟ دو سه دانه رئیس داره؟ و یا به مو شکل S corporation هسته؟ یا C corporation هسته؟ یا non-profit organization هست؟ یا other؟ شما در اینجا نوی امو کمپانی خود انتخاب میکنی که یعنی با کس شریک هستین، نیستین، پروفیت ارگانیزیشن است، نان پروفیت ارگانیزیشن است، با دولت مالیه پرداخت میکنی یا نمیکنی. ما میگیم بیادر کمپانی ما که سول پروپرایترشیپ است، با هیچ کس شریک نیستم، تنها یک اونر داره و هم خودم هستم. این را انتخاب کردم و بعد از او نکس انتخاب میکنم.
دیگر ما میگه select the first month of your fiscal year. هدفش این نمیست که بدر تو اگه میخوای در برنامه کویک بوکس همی سیستمی مالی همی سیستمی یعنی بزنس خود در برنامه کویک بوکس توی را مدیریت کنی، تنظیم و ترتیب کنی، از کدام ما میخوای، از همی سال 2017 کدام ما را تو میخوای که مثلا حساب کتابی تو بزنس خود در ایجا تو ثبت کنی و او را اشتراک کنی. ما میگم چون ماه اگست است، فرض مثال از ماه اگست انتخاب میکنم. اگر فرض مثال ما یک پروژه را نو گرفتم، از یک مثلا یک پروژه ترینینگ گرفتیم امی در اینمی ما، پس ما ضرورت ندارم که در جنوری، فبروری، مارچ چیزای دیگر انتخاب کنم. ما باید ماه اگست انتخاب کنم، به خاطر از اینکه حساب کتابی از ماه اگست ما میخوام در کویک بوک برسونم و متو پیش برم. و اگر تو فرض مثال کمپانی را امی پروژه را در ماه جنوری گرفتی و میخوای حساب کتابش نو برسونی در اینجا، پس در اینجا فرست منت آف فیسکل ایر جنوری انتخاب کو، تمام حسابات سابق قبلی رم در اینجا نوشته کو و حسابات از این مارم نوشته کو، اموسو اما قسم به تعقیب دیگه چه قمه ها که ما میای او رم در اینجا نوشته کو. پس ما میایم در اینجا چه انتخاب میکنم؟ اگست انتخاب میکنم. بعد از اون نیکس میگم، وقتی که نیکس کلیک کردی در اینجا از پیش ما پاسورد میخواه، به خاطر از اینکه امنیت می دیتابیس می کمپانی ما شما بالاتر باشه، قوی تر باشه، کسی به او اکسس پیدا نکنه و به نام خود ما کسی کدام انوایس به کاستمر جور نکنه، کدام مثلا پرچیز آرڈر نکنه مثلا صحیح تا، یا کدام سل آرڈر در کویک بوک نرسونه، یا مثلا پی بیل نکنه یا انتر بیل نکنه. از پیش ما شما به خاطر این همی موضوعات کویک بوک پاسورد میخواه و این پاسورد باید چی باشه؟ کمپلکس باشه و سیکیور باشه. به این معنی که تنها خود ما شما باید بفهم، کس دیگه نفهمه، و الفا نومریک پلس سمبول باشه. همیشه هر جایی که شما پاسورد انتخاب میکردین، پاسورد باید حروف الف وام داشته باشه، نمبر هم داشته باشه و سمبول هم داشته باشه. فرض مثال ما در اینجا نوشته کردم ABC@123، باز در پایین آمدم نوشته کردم ABC@123. ببینین در هر دو جایی که است هم یک پاسورد باید نوشته کنیم. بعد از او ما چی میکنم؟ نیکس انتخاب میکنم. وقتی که نیکس انتخاب کردی در اینجا برای ما میگه create your company file. آلی که است اگر ما شما نیکس کلیک کنیم، خودی امی برنامه کویک بوکس، امی کمپانی ما، معلوماتی که ما بخاطری راجب بزنس خود به کمپانی چی کردیم، ارائه کردیم، ای را برای ما میگیره در کمپیوتر ما شما او را ثبت میکنه. بای دیفالت به شکل عادی وقتی که ما شما به شکل عادی دفعه اول بالای اینمی کماند کلیک میکنیم، خود برنامه کویک بوکس که است کمپانی ما شما را در درایو سی در مای داکومنت برای ما در اوج یک فایل است، فولدر است به نام کمپانی فایل. سلکو در درایو سی در یوزر، در میار یوزر که ما شما هستیم به نام اینتیوت یک فولدر است داخل از کویک بوکس، در داخل از او که است یک فولدری که است به نام کمپانی فایل، در اوج کمپانی ما را چی میکنه؟ سیو میکنه. اگر تو میخوای جایش تغییر بدی مثلا دسکتاپ، مای داکومنت یا در درایو دی دیگه جای، میتونید مثلا انتخاب کنید. ما میگم نه، اما جایی که خود کامپیوتر تعیین کرده اونمو صحیح است، کفایت میکنه، سیو میکنم و بعد از او اینمی کمپانی، امی معلومات، امی انترویو که ما دادیم اینمی را برای ما در کامپیوتر ما سیو میکنه و برای ما چی میکنه؟ یک کمپانی جور میکنه. سل کده ایجا میگه working create a new company file please wait، میگه ما کار کرده رئیستم براتون یک کمپانی ناو جور میکنیم، یک چند دقیقه منتظر باشین. خب کمپانی ما انشالله جور شد، خب البته متوجه باشین که انترویو خلاص نشده، انترویو مانده. ما شما سل کنین تا اینم قسمت انترویو داریم، در این طرف تا اینی جای کس انترویو ما شما مانده و ای باید انترویو ما شما برش ارائه کنیم تا کمپانی ما منظمتر و خوبتر جور شود. خب برصورت اینالی معلوماتی که بعد از یه سپیش ما میخواه او به خاطر کستومایز کردن کویک بوک است برای بزنس ما شما، یعنی به این معنی معلومات سپیش ما میخواه که بدر چی نوع کمپانی توسته، تو چی تولیدات داری، مثلا سلز داری یا پروڈکت داری، به اساس زمو باز امی کمپانی ما شما را جور میکنه، چارت اف اکاونت کمپانی ما شما را جور میکنه. یعنی این مراحل بعدی که حالی که میای کلش راجع به کستومایز کردن کویک بوکس است به اساس بزنس ما شما، یعنی خود کویک بوک به شکل بزنس ما شما او را تغییر میده به اساس ازمو جور میکنه. خب البته یک چیز متوجه باشین، سوال میکنه، باز وقتی که جواب زور ما تعیین کردیم به اساس اینو جواب کیست برای ما کمپانی جور میکنه. خب آلی میم نیکس انتخاب میکنیم، وقتی که نیکس انتخاب کردی برای ما میگه وات دو یو سل، خودت مثلا چی را سل میکنی؟ صرف سرویس به مردم ارائه ارزه میکنی یا تولیدات هم داری؟ اگه میگی نه ام سرویس بالای مردم سل میکنم، ام پروداکت بالای مردم سلز میکنم میفروشم، باز این انتخاب کو و نیکس بگو.
آلی برای ما دیگه کمانده که دیگه صفحه دیگه کس پیش ما پرسان میکنه برای ما میگه دوی چارج سل تکس آیا تو از مشتری خود تکس میگیری بالای چیزایی که به مشتریت میفروشی یا خدماتی که به مشتری عرضه میکنی یا آیتم یا اینونتری را چیزی که تو بالای مشتری خود میفروشی بالای زو تکس پرداخت میکنی یا نمیکنی اگر یس انتخاب کردی باز برای ما در خود چارت اف اکاونت که است به نام سل تکس یک اکاونت دیگه جور میشه و آپشن سل تکس که است برای ما چی میکنه آن میکنه خب سل تکس چیست تکسی است که از مشتری گرفته میشه و به دولت دوباره پس چی میشه پرداخت میشه این را باز ما شما بعدا بخیر بحث میکنیم حالا ما قدر بفهمیم که مثلا اگر این را یس انتخاب کردی به این معنی که ما از مشتری خود تکس میگیریم و او را به دولت پرداخت میکنیم اگر نو انتخاب کردی به این معنی که ما سرویس یا پروداکتی که به مشتری خود ارائه ارزه میکنیم از در مقابل از اون ما تکس نمیکنیم فقط اون کاستش رو میگیریم بس خلاص بعد از اون نکس انتخاب میکنیم وقتی که نکس انتخاب کردید دیج از پیش شما پرسان میکنه که Do you want to create estimate in QuickBooks؟ آیا تو در برنامه QuickBooks estimate که بنامه quartz quotation یا proposal یا bulletin یاد میکنه ای را جور میکنی یا نمیکنی ای quartz quotation یا proposal یا estimate چیست ببینید به اساسی قانون مثلا قانونی وقتی که ما شما یک جای مراجعه میکنیم راجع به یک چیز معلومات میگیریم مثلا یک کمپانی است میره یک چیز را خریداری میکنه مثلا کمرای امنیتی را خریداری میکنی یک چیز دیگر یا لپتاپ ها را تو از مثلا از یک کمپانی دیگه و ارگانیزیشن خود خریداری میکنی تو اول میری از اون نفر یا اون نفر یک کوتیشن از پیش ازو میگیری او برات یک استیمیت میده که بیادر اینمی پروداکت سا آیتم ما کس به اینمی قیمت مفروشیم به این قیمت مفروشیم به اینمی قیمت مفروشیم تو اونمو استیمیت گرفتم میایی در کمپانی خودت بدون استیمیت که هستا مثلا ما شما دایرکت اگر چیزی را خریداری میکنیم او مثلا غیر قانونی است اول باید کوتیشن گرفت بگیریم از کمپانی بازورا باید در اورگانایزیشن خود بیاریم وقتی که به توافق رسیدیم بعد از ما شما میریم به اونمو کمپانی که هست به اونمو کمپانی که اینمی آیتم برای ما استیمیتش برای ما داد ما برش مثلا سل آردر میکنیم خب ببخشین ما برش پرچیز آردر میکنیم و او نمو بر از وقت کس سل آردر است ما چون از او میخریم پرچیز آردر میکنیم اونا را باز در QuickBooks میرسونه وقتی که ما آیتم را ریسپت کردیم برای ما انوایس میتر به مقابل انوایس باز ما کس برای زو پیمنت میکنیم خب پروسیش طولانی است او را باز ما شما بعدا میخریم هدف ما ایست که اگر تو میخوای که در QuickBooks کس برای مشتریات کس تا استیمیت جور کنی یس انتخاب کو اگر استیمیت جور نمیکنی نو انتخاب کو ما میگیم بله یس نیکس کلیک کردم بعد از برای ما میگه Do you want to track customer orders in QuickBooks یعنی تو میخوای امی کستومر هایی که تو که به تو آردر کده او رو در برنامه QuickBooks او رو ترک کنی اگر میخوای یس انتخاب کنی اگر میخوای نو رو انتخاب کنی یعنی به این معنی که کدام مشتری به تو آردر کده میری در سل آردر دوجه میبینی که کی به تو آردر کده اگر تو میخوای که بفهمی که امی سل آردر را ترک کنی که چقدر نفر به تو سل آردر کده یس انتخاب کده غیر از اون انتخاب کنی ما میگیم بله یس انتخاب کنی بعد از او برای ما میگه using statement in QuickBooks تو میخوای امی statement در QuickBooks استفاده کنی یعنی فرض مثال اگر ما شما اگر زیادتر شما شاید دیده باشیم وقتی که شما در در اکاونت بالای اکاونت خود یک شک داشته باشین یا مثلا نمیفهمید دقیق که مثلا دمی ما چقدر پیسه را از اکاونت خود دیبیت کردیم و چقدر پیسه را کردیت کردیم شما میرین در بانک برات یک استیتمنت میتا راپور استیتمنت مانا راپور از همی تاریخ اول ما تا تاریخ سی ما کس بر ترک راپور میتا بیادر به اینی تاریخ اینقا پیسه را دیبیت کردی به این تاریخ اینقا پیسه را از اکاونت کردیت کردی مکمل راپور برات میتا این حال QuickBooks برای ما میگه که تو میخوایی مثلا بلینگ استیتمنت در QuickBooks استفاده کنی که زیادتر استیتمنت ما به خاطر مشتری جور میکنیم مشتری از پیش ما که خریداری میکنه یا برای ما پیمنت میده پیسه میده برای ما اون ریسپت میکنیم باز یگان مشتری مثلا میخوای که برای ما استیتمنت بده بهتر که ما چقدر اشیا از پیش گرفتیم و چقدر سل آردر کردیم مثلا پرچیز آردر کردیم برای تو و چقدر مثلا ما انوایس شما برای ما دادین صحیح است و چقدر ما برات پیمنت کردیم راپور مکمل از او رس پیش ما میخوای که اینمی راپور را برام استیتمنت یاد میکنه که در اینجا برای ما میگه که تو میخوایی در برنامه QuickBooks استیتمنت را جور کنی استفاده کنی یس میگم
برزو برای ما میگه بیادار using progress invoice in QuickBooks میخوای در برنامه QuickBooks که هست progress invoice استفاده کنی. progress invoice بسیار یک کماندی مهم است. ای بایی ما ناصل کنین ما یک پروژه ترننگ QuickBooks از یک کمپانی مثلا یک موسی خارجی میگیر مثلا از USID یک پروژه ترننگ است 1000 نفر ترننگ است رو ما سپیش میگیرم. ای بایی خودی می USID که هست برای ما مکمل همی پیسی زیر پرداخت نمی کنه. برای ما میگه مثلا وقتی که 25 نفر کارمندای ما را ترنینگ دادی ما مثلا 25% پول زیر برد پرداخت کنیم. بعد از اون مثلا 50% دیگر اگر ترنینگ دادی باز مثلا 50% دیگر پیمنت برد میکنیم. 10% بعد از اون پیمنت میکنیم. اینمی پیمنت ها به نام پارشلی پیمنت یاد میکنه. یعنی یک دفعی پیمنت نمی کنه برای ما. و اگر تو میخوای که مثلا به اساس فیصدی یا به اساس مثلا چقدر کار که انجام دادی تو به مثلا به مشتری تو مثلا انوایس جور کنی اینه میره به نام پروگرس انوایسینگ یاد میگنه. انوال اسپیش مپرسان میکنه که تو میخوای مثلا به مشتری که مثلا پروگرس انوایس استفاده کنی اگر میخوای که مثلا پروگرس انوایس به مشتری جور کنی یس انتخاب کو اگر میگی نه نو انتخاب کو. ما میگم نه پروگرس انوایس یکی از کماندهای بسیار اساسی و مهم است که ما در برنامه کویک بوکس استفاده میکنیم و به خاطر وقتی که وقتش که آمد بازی رو ما شما میخوانیم یس انتخاب میکنیم و نکس میریم کلیک میکنیم. دیگه اسپیش ما پرسان میکنه که منیجینگ بل یو آیا تو میخوای که اونو ایره تو مدیریت کنی در برنامه کویک بوکس که از کدام وندر تو قرضدار هستی و چقدر پیسه قرضدار هستی و با کدام تاریخ باید ای پول از را تو پرداخت کنی. اگر میخوای که تو ایره بفهمی یا او را منیج کنی سلکو منیجینگ بل یو اونو بلای که تو قرضدار هستی مثلا خریداری که دو پولش بالا تو مانده او را میخوای مدیریت از را مثلا در برنامه کویک بوکس برات مثلا آپشنش فعال کنیم و تو با استفاده از این کماند بفهمی که چقدر پول از کدام وندر و با کدام تاریخ ما قرضدار هستم و با کدام تاریخ باید او را پرداخت کنم. اگر میخوای چیزا را تو در برنامه کویک بوکس مدیریت کنی و این را بفهمی باید یس انتخاب کنی. اگر میخوای نه نفهم باز نو انتخاب کنم. ما گفتم که نه یس و بعد از اون نکس میگم. در صفحه بعدی در وندوی بعدی از پیش شما پرسان میکنه که tracking inventory in QuickBooks آیا تو میخوایی که inventory خود در برنامه QuickBooks track کنی تو بفهمی که چه inventory را ما در QuickBooks در گودام دمی stock خود داریم و چه وقت باید ما دوباره order کنیم به وندرهای خود که دیگه inventory را برای ما مثلا روان کنه. اگر این چیزها را تو میخوای در برنامه کویک بوکس ترک کنی و ای را بفهمی یس انتخاب کن. اگر نمیخوای نو انتخاب کن ما میگیم بله یس میگیم ای را میخوام ترک کنم نکس انتخاب کن. بعد از برای ما میگه ترکینگ تایم این کویک بوکس آیا میخوای که تایم در کویک بوکس ترک کنی یعنی بایی مانا که یک نفر به اساس ساعت هم را تو کار میکنی یک ساعت و 20 دقیقه مثلا 3 ساعت 4 ساعت 5 ساعت تو میخوای با بعضی از مشتریات تو مثلا بل جور کنی که به اساس ساعت برازو تو مثلا کار کرده باشی مثلا یک کار است مثلا 3 ساعت برازو کار کردی و تو میخوای که بل 3 ساعت برازو جور کنی اینی چیزها را میخوای در برنامه کویک بوک جور کنی یا مثلا با کارمندای تو که است به اساس ساعت پیمنت کنی که یک کارمند امرای ما یک امپلوی امرای ما شما 2 ساعت 3 ساعت 4 ساعت کار کرده سایستا یا کانترکتور است یا ایمپلوی است و برازو باز ما مثلا پیمنت میکنیم سایستا این چیزها رو میخوای در برنامه کویک بوک ترک کنی میگیم بله. اگر میخوای یس کلیک کن اگر نمیخوای نو انتخاب کن. ما یس انتخاب میکنم بسیار کماند مهم است نکس انتخاب میکنم. بعد از اسپیش ما پرسان میکنه که بدر تو دمی بزنس دمی کمپانی خود که تو دیجی جور میکنی دی بزنسی که تو داری آیا امپلوی کارمند داری یا نداری؟ اگر نداری خود نوع انتخاب کو. اگر داری در اینجا مشخص کو که امپلوی داری یا کانترکتور داری. امپلوی که است همیشه اونا که است پرمننت می باشه. یعنی به این معنی که حداقل یک سال مثلا امرای ما شما قرارداد میکنه و کانترکتور که است اینا به شکلی کنسلتنت امرای ما شما کار میکنه. اینا تو کانترکتور داری در کمپانی خود امرای خود در بزنس خود و اینا و یا امپلوی داری. ما میگیم که نه ما وی هاف تو W2 امپلوی ایرا کلیک میکنه و بعد از او نکس میگیم. خب حالی مسائل بعدی که امرای ما شما میه او مربوطی اکاونتس میشه using accounts in QuickBook. خب ما شما میه next انتخاب میکنیم. وقتی که next انتخاب کردی برای ما تو ایچه میگه select a date to start tracking your finance میگه یک تاریخ را انتخاب کو که از امو تاریخ
تو امی سیستمی فایننس نیتا میخوای در برنامه کویک بوک رو ترک کنی، مثلا سیستمش حساب کنی، درج کنی، بفهمی که چقدر پیسه مثلا ما داریم، چقدر نداریم، چقدر ریوینیو داریم، اینکم داریم، چقدر مصارفات داریم. ما میگم سلکو، اگر میخوای که بگینینگ آف دس فیسکال ایئر، اگر تو میگی که از این ماه 8 که من انتخاب کردم، از اول این ماه 8 من میخوام مثلا سیستمی فایننس خود در برنامه کویک بوکس رو چی کنم، ریکارد کنم و او رو ترک کنم، این رو انتخاب کنم. اگر میگی نه، امروز فرض مثال تاریخی چند است؟ تاریخی 9 سپتامبر است. تاریخ هم گرچه غلط است، سپتامبر خو نیست، فکر میکنم که 4 اگست است، سپتامبر نیست. ما اگر تو میخوای که نه، مثلا اینمی مای اشتم فرض مثال تاریخ 4، از امی تاریخ 4 امروز که است، از امی تاریخ میخوای تمام سیستم فایننس در برنامه کویک بوک ترک کنی، مدیریت کنی، باز ایره انتخاب کو. یعنی اگر این تاریخ نیست میخوای تاریخ تغییر بدی، باز از این آپشن ما شما کار میگیریم. اگر میگین اینمی تاریخ صحیح است که مای اشتم تاریخ اول، از امی تاریخ ما میخوام تمام سیستمی مالی خود در برنامه کویک بوکس ترک کنم و ریکارد کنم، بازی را کلیک کنم. بعد از اون ما و شما میام نکس انتخاب میکنیم. انالی وقتی که ما و شما اندستری را انتخاب کردیم، وقتی که ما و شما اینی سوالای برنامه کویک بوکس را جواب دادیم در جریان می انترویو، به اساس زمو برای ما اینمی چارت اف اکاونت را جور کرد. اکاونت هایی است که به اینمی شکل اندستری این بزنسی که ما شما انتخاب کردیم، نوی بزنس ده اونمو نو بزنس، اینمی اکاونت ها استفاده میشه. اگر بعضی از اکاونت هایی که مثلا به تو می فهمی که بر ضرورت نمیشه، مثلا کنسلتنگ انکم بر ضرورت نمیشه، ایره غیر فعال بساز. اگر مثلا بعضی از اکاونت ها مثلا به نام سلز دیسکاونت، اینی چیزا که است مثلا انتخاب شدگی نیست و به درد ما میخوره، او رو میتونی انتخاب کنی. صحیح است؟ یعنی میتونی در اینجا مو چارت اف اکاونت خودت کاستماایز کنی. خب بعد از او ما شما میایم بالای نکست کلیک میکنیم. وقتی که نکست کلیک کردی، برای ما برنامه کویک بوکس یک پیام تبریکی میده. در این صفحه برای ما میگه تبریک باشه، کنگراتولیشنز، یو هاف کمپلیتد دی ایزی استپ انترویو. میگه انترویو که است تو با مثلا خلاص کردی و یک تبریکی برای ما میده. و بعد از او بالای گو تو سیت اپ کلیک میکنیم، ما شما مستقیم داخل برنامه کویک بوکس میشیم. این بود جور کردن کمپانی در برنامه کویک بوکس از طریق دیتیل استارت، یعنی استپ بای استپ انترویو. خب وقتی که دفعه اول ما شما برنامه کویک بوکس باز میکنیم و یعنی بیمانه که داخل برنامه کویک بوکس شدیم، کمپانی خود جور کردیم، به شکل یک صفحه میاد، به شکل یک ویندو برای ما میاد. برای ما میگه بیادر اگر تو میخوای عاجل مثلا یک بینک اکاونت اد کنی در برنامه کویک بوکس، ایده کلیک کو. اگر میخوای تولیدات یا خدماتی که تو مثلا ارائه میکنی عاجل او را اد کنی، ایده کلیک کو. و به مشکل دیگه مثلا اگر تو میخوای ایمپلوی چیزای دیگر را کستومر را اد کنی، بالای زی کلیک کو. صحیح است؟ یا مثلا با کستومر تو مثلا تو مثلا انوایس جور میکنی یا دیگه چیزا را، یا وندر امپلای این کستومر ریلیتد تاسک اگر تو میخوای انجام بدی، از طریق ازی میتونی. مثلا خب من میگم نه ایره کار دارم، نه ایره کار دارم، نه ایره کار دارم، من بالای استارت ورکینگ کلیک میکنم، میگم داخل برنامه کویک بوکس ما کار خود آغاز میکنم. وقتی که ایره کلیک کردی، به این شکل چندین سنتر میاد. مثلا اینمی اکاونتین سنتر است که در اینجا راجع به اکاونت های مختلف برای ما معلومات میده. ایره ما کلوز میکنم و بعد از او که است ما با هوم پیج از این برنامه کویک بوک چی میشیم؟ روبرو میشیم. اینمی سفره که شما میبینین به نام هوم پیج برنامه کویک بوکس یاد میکنه. سایستا ایره باز ما شما بخیر بعدن گپ میزنیم که این قسمت بالا رو به نام تایتل بار یاد میکنه، اینی رو به نام مینو بار یاد میکنه، اینی رو به نام کپشن بتن یا کنترل بتن یاد میکنه، ایره به نام مثلا ابی ویندو بتن یاد میکنه، و اینی قسمت به نام لفت آیکن بار یاد میکنه، و اینی میکس به نام هوم پیج یاد میشه. فکر میکنم که برای امروز اما قدر معلومات کفایت میکنم. بس است انشاءالله. دیگه در سوال در ریکاردهای بعدی بس براتون بخیر ریکارد میکنم. زیاد از مسائل موضوعات است که بازور بخیر ما شما بحث میکنیم.